سلام درود احترام خدمت هموطنانم، خدمت تک تک ایرانیانی که در دامان پدر مادری بزرگ شدند، که اون پدر مادر در دامن رهبرایی بزرگ شدند که وجودشون آرامش، آسایش و امنیت واسه کشور بود و این آسایش و امنیت و آرامش در کشور در ایران زبانزد خاص هم در دنیا بود و اونا نمیتونستن ببینند، واقعا نمیتونستن ببینند. ما وقتی تاریخ دوستان رو مرور میکنیم، دو تا پادشاه، ما تاریخ های خیلی دور کار نداریم، از زمان افشار نادرشاه حساب میکنیم تا همین الان، خب نادر شاهکار کرد، نادر کوه نور رو آورد، دریای نور رو آورد، نادر ایران منسجم کرد با هم دیگه، نادر اصفهان از دست افغانیان نجات داد و خیلی کار رو کرد. پشتوانه اقتصادی کشور از زمان نادر هست. خب اما متاسفانه آخر عمری کار عجیب غریبی کرد و در قوچان کشته شد. اون کاری که کردن، گفتن تیری که تو جنگل گرگان یا تبرستان به طرف تو پرتاب شده پسرت کرده، پسرش رو کور کرد و خیلی کارا کرد. بعد از اون کسی که خوب کار کرد تو کشور و تمامیت ارضی کشور رو حفظ کرد و عظمت ایران برد بالا، آقا محمد خان قاجار بود. یعنی شاهی که در معاصر خیلی ترز میکنم، یعنی قبل کارن، چون کارهایی مثلا برفر زمان زندیه کارهایی کردند، اما بعدی ها خراب کردند. کریم خان زند کار خوبی کرد تو شیراز به خصوص، اما بعد از اون هر کی اومدن اونا یک مثلا این کاره نبودن و آدم خوبی بودن ولی این کاره نبودند. یا زمان صفویه خب صوفیگری را افتاد و و و بعضی مسائل. بعد از اون آقا محمد خان قاجار خب ما میدونیم که ایشون یه آدمی بود خاص، توانمند، خسیگ ناپذیر، اما متاسفانه کاری که در کرمان کرد، در بعضی شهرها کرد و یک حالت خاصی تا بعضی ها داشت، این هم مشکل ایجاد کرد. بعد پایه‌گذار خاندان قاجار شد. خاندان قاجار به جایی رسید که نصف سرمایه ملی رو از دست داد و کم کم ایران کوچیک شد. این دست به درد نمیخوره، همه این کار رو کردند و دیگه رسید به احمد شاه. در دوران قاجار دوستان، اونه که تاریخی بخونن، تاریخی راستی بخوان بخونند، مثلا برفرض شاه 300 تا 400 تا زن، کی این فتوها رو میداد؟ همین آخونده. بعد از دوران صفویه بهشت اینا زمان، به خصوص شاه سلطان حسین، بهشت اینا زمان قاجاریه بود. هر کاری میخواستن با اینا مشورت میکرد. اینا مفتخور دله ببخشید و شکم و زیر شکم. شما حساب کنید یه حرمسرا 300 تا زن توش باشه. از تمام شاهایی که زنایی که شاه داشت، یکیش تقاضای طلاق کرد. من گفت زن گاریچی میشدن بهتر از این بود و رفت. ولی بقیه به عنوان زن شاه که بچه های میارن بشن شاهزاده. من مطمئنم. این روز برام روشنه. من بارها اینو گفتم. که اگر اینا که ادعای قاجاری میکنن و قجری میکنن بیا دی ان ا بگیرند، 99% اینها بچه همین آخونده هستند بدون بر برگرد. چون اینها آخونده چیکار میکردن؟ مثلا مشکل داشتن اجازه میگیرن برفتن طریق درو پیش این آخونده، خب باید حامله میشدن که بگن بچه شاه داریم دیگه. شاه از کنارش راست حامله میشد، کسی هم حساب کتاب نداشت که چیز میگرد و خلاصه پسری میابرد و یه حرفا. و توی دربار و توی حرمسرا یه سری افراد خاجه بهشون میگفتند، اینا به حساب خاجه شون میکردن، خاجه بودند. ولی 60-70% همون هم طبق تاریخی که هست افرادی بودن که ریشاشون میزدن، این خاجه خود درست میکنن، لباس خاجه رو میپوشن، اما تو دربار بودن و رابطه برقرار میکنن با زنها، پول میگرفتند که اینا حامله بشن و بگن شاه این کاری کرده. درست زمانی هم که شب پیش شاه میرفتن،
حتی سوگلی شاه هم نمیذاشن خیلی برن دوباره، اما در کل اتفاقات افتاد. 90 در 99 درصد افرادی که بنو قاجار هستن تخم ترکی همین آخوندا و اون کسایی هستن که تو اون چیز بودن، توی دربار بودند. اگر این آخوندا آدم متدین و عاقل و دوراندیش بودن که به شاه توسعه تو برای آبروی مملکت لاغر 300-400 یعنی چی؟ سرمنشه فساد تو خود کاخ، تو دربار، که به وقت که وقت به امور مملکت برسید که مملکت به اونجا رسید. خب بعد از اون رضا شاه دیدیم که خلاصه اومد و وضع درک کرد. رضا شاه یه سرباز بود، اما وضع مملکت فهمید، دربار فهمید، یک ملیجک یه دربار رو بازی میداد، یک مملکت بازی میداد. ناصرالدین شاه قراره دقیق بازی و مسخره بازی و اووردن این و اون و خنده و یه حرف و چیز دیگه نداشت. خب رضا شاه اومد و عظمت رو ایران برگردوند، اسم ایران تو دوره زنده کرد، کشوری که دیگه فکر تموم شده بود، تجزیهش میکنیم و برای خودمون که نفت بریم، که گاز بریم، که پس گاز هم نبود، معادن بریم، مثلا تقسیم کرده به انگلیس و شوروی و اینا، بین خودش تقسیم کرده بود ایران، خب را خیال راحت کنم تقسیم کرده بود. اما رضا شاه اومد با اون همه، شما نمیدونید دوستا باید بخونید تاریخ رو، با اون همه مغلطه و سفسطه و آشوبی که به پا کردن، از اون میرزا کوچیک خان جنگلی مزدور تا الی آخر، که حالا های میخوان تلاش کنه این قهرمان جلو بود، چه قهرمانه؟ اون واسه روسیه کار، شوروی کار میکرد، 21 آذر در پیشه، شاه خودش صفحه اول رفت جنگید، همین سنجابی، همین کریم سنجابی رفت پیش پیشوری، اونجا رفت مزدوری کرد که چیز بشه، این همین تخمه ترکی قاجارن، تمام دار دسته بختیار، به بختیار بردخوره ها، من حزب سیاسیشون میگم، بازرگان، مصدق، اینا همه شون قاجاری هستن، همه قاجاری. آخونده هم همه چی میکردن. رضا شاه از کجا پیدا شد؟ یه دفعه از کجا پیدا شد؟ چون کم کم رضا شاه اینا رو جمع جورشون میکرد، کم کم مفخورینا رو کم که جیره اینا رو کم میکرد. شما حساب کنید شاه سلطان حسین صفوی، مردم اصفهان از گرسنگی بچه هاشون میخورند، وقت میومد با 30-40 تا آخوند صبح تا شب نخود ورد میکنید داخل توی آش که افغانی ها محاصره رو تنگ ور کنن برن. بزر نادر نمی اومد، حالا ما لحجه شیر اسفایی نداشتیم، حالا همونجا افغانی گپ میزدن. اما تاریخی که میخونیم، تاریخ محاصره که میخونیم، میبینیم ایرانی که دیگه دقیقا از لب پرتگاه که تمام بشه برای پیکار مح بشه رو کره زمین، یه قسمش ایرانستان بشه، یه سفر خودش چیچیستان میشه، استان میشه به قول شانشاری امر، یک دفعه شخصی نام رضا شاه میاد، یه آدم کم سواد ولی آگاه، ولی با بینش، ولی وطن پرست، ایران رو نجات میده. تو جنگ هم سعی کرد که بیطرفش حفظ کنه، بعد دیده نه این بازی به هم خورد نشد و باید فکری بکنن. آمدن رضا شاه رو تبعید کردن، پسرش رو گذاشتن، پسر 23-24 ساله شد، پسر تحصیلی خارج کشورش بود که پیش عمرش اونجا درس میخوند، آقای محمد رضا شاه پهلوی. اما اون هم زیر دست پدر هم تاریخ خونده بود، هم وطن دوست بود، وطن پرست بود. خوشبختانه روسیه تزاری شکست خورد، کمونیست‌ها در سرکو به نفع ایران شد و انگلیس هم که برای خودش اینجا خدایی میکرد، هر کار می‌خواست بکنه، آقا بحرین بدید ببین مصدق چش قربان نوکرش بود، این دارسی این کارو کنه، چرا هر چی میگفت انگلیس در دنیا حرف فقط انگلیس بود، حتی دیگه نوچه انگلیس بودند. خب از عظمت برگردون به ایران. پس رضا شاه و شاهنشاه آریامهر عظمت رو به ایران برگردوندن. من تا ایرانی هستیم صادقانه بگم درایت و کیاست و همت اینها بوده. ما زمان کوروش و داریوش اینا همش هست که 90 درصد چم پرپکان میکنن، اما تاریخ معاصر داشت اینا از بین میرفت، تموم شده بود، تموم شده بود. پیشوری از تبریز، همه مشعشعیان از خوزستان،
باید اینا رو بخونید دوستانی، تاریخ باید بخونید، تاریخ معاصر رو بخونید. خب پس ما با تمام وجود، چه مخالف چه موافق، میپذیریم که عظمت و بیران رضا شاه و شاهنشاهی آرامی برگردوند و الان هم پسر خلفش امید ایرانیان هست، داره کار میکنه، داره تلاشش میکنه، چون کشورشه، وطنشه. خب تعارف که نداره که. شاهنشاه در بهترین جای نقاط دنیا سرمایه گذاری کرد، برای ایرانی خونه تا خانه ایرانیان خرید، چه کارا که نگن، اینا صداشو در نیاورد، کلیشو فروختند، هیچ چم گذارش ملت نکردن، چون ملت نمیخواست. میدونیم چرا؟ میدونیم چرا؟ میدونیم چرا؟ به خاطری که شاهنشاه تمام کارا رو میکرد، هیچ چم مردم منتقد نمیگرد، فقط آرامش و آسایش و رفاه رو واسه مردم میخواست. مردم فکر کرده همیشه همین جوریه، همیشه همین هست. بعد کسی بعد یک میاد سر کار، گفتن دیگه اون که دیگه شاهنشاه آریامه بود و اینجوری، اینا که دیگه نماینده خدا هستن، نماینده خدا اومده، نماینده خدا، دیگه 100% اعتماد کردن، اینا هر کاری خواستن کردن، هر ظلم و ستم و جنایت خواستن کردن، هر پولی خواستن خرج کردن، اونا کاری بلد نبودن آخوند جماعت، و کشور دارن به قهقراه میبرن، به قهقراه میبرن وحشتناک. اما جالب اینه که خودشون هم دارن غرق میشن. اما ریشه این ملت طوفان‌های شدیدی وزید. شما مردم هنوز متوجه نیستن این حکومت طبیعت عوضشه، بعد تازه میفهمن چه جنایت ها، چه اتفاق ها افتاده، چه اتفاق کارهایی میخواستن بکنن که نشده، چه کارهایی میخواستن بکنن نشده، به ملت از چه بلاهایی خلاص شدند، چه در جنگ عراق، چه قبل از اون، چه بعد از اون. پس اگه هر کسی بیاد در هر موقعیتی مقامی بخواد یک کلمه از شاهنشاه آریامه رو بعد بگه رضا دیگه، این 100% خائن است، برو برگرد نداره. تاریخ بخونید، کار به این اون نداشته، به چارت کمونیست نداشته باشید، به چارت توده‌ای نداشته، به چارت مجاهد نداشته باشید، اینا بی وطن، به چارت کوری نداشته باشید. واقعیت محض همینی که من خدمتتون عرض میکنم، یک کلمه رو نداره. بحرین رو آقای مصدق بخشید، میگه انگلیس اون موقع ابر قدرت واسه خودش، شاه از تو این همه گرگ کفدار، کفدار از تو این همه روبا، از تو این همه مار مملکت رو نجات داد، اوورد به اینجا رسوند، نتونستن ببینن، چون داشت ایران الگو تو دنیا میشد، کشورهای دیگه میگفتن آقا پس این چه چی جوریه، ایران میومدن دیگه توریست ها عشق میکردن قبل از اینجا، اصلا نمیخواستن برن، آفتابی که تو اروپا نبود اینجا بود، آب و هوای خوب اینجا بود، ملت خوب اینجا بود، غذای ارزون اینجا بود، امکانات خوب بود. بعضی از توریسته که حساب هیپی بهشون گفتن اینجا شیش ماه نمیرسد اینجا بیرون، بهشت براشون درست شده بود. شاهنشاه با برگزاری جشن 2500 ساله هم عظمت و هم تاریخ و هم ایران، ایران جدید رو به دنیا شناسوند. 20 میلیون دلار خرج کردن، اون موقع زیاد بود، ولی سال 400 میلیون دلار ارز تو کشور وارد شد، سال بعد 600 میلیون دلار. باید اینا رو بگیم به جوان ها، چون جوان ها نمیدونند، باید بگیم یک چیز افراد، ببخشید چی بهتون بگم، اینها میان و این کار انجام ده، اینها به هیچ چیزی به جای نمیرسید، واقعیت ها اینها هست، اینا واقعیت محضه. اونایی خودشون به کوری زدن، کوری زدن خودشون، کوری زدن به کری زدن، خودشون به کری زدن، بگن این نیست. یه شعر میخونم کلیپ بعدی در مورد اتفاقات روز، به خصوص این جریان در چه در چه ارومیه صحبت خواهم کرد. این شعر مال پروین اعتصامی هست، ساده است اما خیلی گویاست، این حکایت شاهنشاه آرامی با مردم موقع. گفت با جوجکی مرغک هوشیار، که ز پهلوی من نرو به کنار، گربه را بین که دم علم کرده، گربه را بین که دم علم کرده. همیشه وزاکانی شیخ رو و آخون رو به گربه تشبیه میکنه، موش و گربهش هم بر همین اساسه. خیلی جالب و بیزار کنید بچه بخون، مثلا 45 بخونید. میگه گربه این آخون میمونه، اگه شما رو گربه دو سه قطعه بپاشید اینقدر خودش میتکونه که انگار که اند نجسی دنیاست،
اما همین گربه وقتی توی تنگ آب یا توی حوض یه ماهی میبینه با کله میره برمیداره میره، اونجا باش مهم نیست. راست میره واقعا گربه و آخوند توی یک فاز هستن. گربه را بین که دومرم کرده، گوش ها تیز و پشت هم کرده، چشم خود تا به همزنی بلدت، تا کله چرخ داده خوردت. جوجه گفتا که مادرم ترسوست، گربه گفت جوجه گفتا که مادرم ترسوست، به خیالش که گربه هم لولوست. گربه حیوان خوش خط و خالی است، فکر آزار جوجه هرگز نیست. بعد این لباس و این ریش و این قیافه زهر سلا، گربه حیوان خوش خط و خالی است، فکر آزار جوجه هرگز نیست. اینا میان نماینده خدا هستن، اینا نماینده امام زمان هستن، که هم چیکار میکنند. سه قدم دورتر شد از مادر، آمدش آنچه گفته بود به سر. خب عزیزان دل، خوشبختانه هر کاری که دارن میکنن بیشتر فرو میرند و باید مردم از خود چه سوال بپرسند. در کلیپ بعدی خواهم گفت چه سوال